باز هم به برنامه مناظره کابل که به گونه زنده است تلویزیون یک، رادیو نوا و رادیو همیشه بهار پخش میشه خوش آمدین. آقای عثمانی لطفا به پاسخ سوال بپردازیم. سوال از دوره جواب میدم منتها یک سوی تفاهم پیدا نشه. ما سلسله مراتب که گفتم فساد، امنیت و اقتصاد بازار، یعنی دوی اول اما چالش بسیار جدی است ولی نمیتونه که بازار آزادان مشکل نداشته باشد. میایم سر سوال همکار ما. در ولسی جرگه افغانستان شما میفهمید که رای دادن سیری است، ای که کی به کی رای داده هیچ کس نمیدانه، ولی تصادفاً بر رأس و تصادف دلاوری صاحب هم حضور داره. این سوال شما را من دلاوری صاحب در روز پرسیدم و تجربه را که ما در کمیسیون بودجه داشتیم کابل بانک و دیگران شاید شاهد باشن، اما علایم سقوطش در سال 2008 معلوم شد که در بحث پیشتر هم ما گفتیم. ما دلاوری صاحب سوال کردم، گفتم که مریضی کابل بانک اما تو مریضی نبوده که انفلونزا باشه یا مثلا ریزش باشه که همون روزو را گرفته باشه. مریضی کابل بانک مثل اما مریضی سرطانی است که ریشه هایش از سابق شروع کرده، نمو کرده، بالاخره رسیده به سال 2008 کابل بانک که علایم سقوطش معلوم شده. ما از دلاوری صاحب سوال کردم که احتمال داره که ریشه هایش به دوره هایی که شما هم مسئولیتش داشته باشید ممکن است رسیده باشه، که دلاوری صاحب در مجلس نمایندگان در ولسی جرگه جوابای خود داد و طبعا وقتی که رای میبره معنای را میده که قناعت نماینده ها را حتما فراهم کرده بود که برایشان رای دادن. سوال ما و برعلاوه سوال دیگه هم و پرسان کردم که آل حاجی صاحب خلیل می بود خوبتر بود. ما گفتم که کابل بانک شما احتمال داره که جواز کابل بانک احتمال داره، گفتم موثق تو اطلاعم نداشتم که جواز کابل بانک در سالی که یا در وقتی که جناب دلاوری صاحب مسئولیتش داشتن جواز صادر کردن و جواز به اساس اشخاص و کسایی که مسئولیت یا تصدی امو اداره را می داشته باشه به اساس از او داده میشه، که در مورد اشخاص از نظر شخصیتی ما تبصره نمی کنه ولی از نظر بانکداری و قوانینش طبعا مشکل خود داشته، که دلاوری صاحب در اون مورد هم جواب خود داد و بازم نماینده ها قناعتشان فراهم شد. قناعت شما هم فراهم شد در ما می دانم و دلاوری صاحب می دانه. نه باید مردم هم بدانن که قناعت شما فراهم شده. خلاص جواب میده. ما میم به طرف شما هم میم دلاوری صاحب. قناعت شما فراهم شد؟ خب یعنی رای سری مرا شما میخواهید که علنی بسازید و رای سری ما تقریبا علنی است، خود دلاوری صاحب میدانه. چرا خم علنی است؟ شما و دلاوری صاحب میدانید. به هر صورت ما نمیخوایم رای شما را سری تان علنی بسازیم، ولی این مهم است که مردم بدانن آیا در مقابل سوار شما قانع شدین. چون پای خود ما هم در زمینه آمده طبعا قناعت ما در او وقت فراهم نشده بود. خب تشکر. بیننده عزیز، قابل ذکر است که آقای حاجی خلیل فیروزی رئیس عامل پیشین کابل بانک دعوت شده بود از طرف ما به این برنامه و تا چند روز گذشته همراهشان در تماس بودیم. حدود یک و نیم ساعت پیش از آغاز برنامه هم در تماس بودیم. ایشان گفتند که اگر به ایشان اجازه داده شد به برنامه تشریف میارن، که متاسفانه نتونستیم ایشان در برنامه داشته باشیم. خب آقای دلاوری لطفا پاسخ بگین شما. ما جام چنانچه در معذرت شورا هم گفتم که در راجع به کابل بانک تحقیقات بسیار عمیق شده، یک کمیسیون مخصوص که از طرف رئیس جمهور به اساس قانون تعیین شد چند ماهی را گذشتاندن که او مشتمل از نماینده های لوی سرانواله وزارت عدلیه و در رأس از او محترم عزیز لودین قرار داشتن، یک راپور تهیه کردن که به اساس از او هر کسی که دستش در کابل بانک از نظر اشتباه و از نظر فساد بود داخل است، که نام ما در او نیست و نام ما به او ارتباط داشتیم. و بازم چنانچه در شورا ما گفتم تمام حساب کتاب کابل بانک نزد بانک مرکزی هست، که اول کابل بانک پیش از آمدن ما در افغانستان بانک تأسیس شده، دوم اگر کاش که آقای فیروزی هم اینجا می بود که ما دو مرتبه
آقای فیروزی را به صفت معاون کابل بانک ما قبول نکردم. چرا؟ تجربه به اساس قانون برابر نبود. که اگر ممنوز می بود از زبان خودشان ما شنیدیم که کاش که من نصیحت دلاوری را می شنیدم. و پس چی کسی مقرر کرد اگر شما مقرر نکردید؟ آقای فطرت بعد از ما به صفت رئیس اونا را قبول کردن، در حالی که ما به صفت معاون قبول نکرده بودم. آقای دلاوری، تنها بحث تقرر افراد در اینجا مطرح نیست. ما یک مناظره دیگر هم در مورد کابل بانک داشتیم که آقای عثمانی هم در او برنامه شرکت داشتن. بحث بیشتر روی قرضه ها بود، چگونگی دادن قرضه ها، و آقای خلیل فروزی، آقای فرنود، اینا در مورد ازی که زمانی که شما رئیس بانک مرکزی بودین این مباحث مطرح شده بود و قرضه ها مثلا در او زمان و سرمایه گذاری ها در او زمان صورت گرفته بود صحبت کردن. ما عرض کنم بازم اینجا اسناد است. ما به وعده دادیم به شورا که هر وقتی که خواسته باشن حال به صفت رئیس بانک مرکزی ما اسناد میارم که شما ببینین که این قرضه هایی که باعث سقوط کابل بانک شد در 2008 و 2009 اینا داده شده از طرف بانک و اسناد موجود است که ما وقتی که در کابل بانک بودم بسیار نظارت جدی میکردیم. ما به غرض اینکه نظارت جدی باشه اما ریتینگ یا درجه کابل بانک از 3 به 4 بردم که 4 ایجاب میکنه که بسیار دقیق و متواتر نظارت شوه. و ما وقتی که از بانک برآمدم 2008 همو معیار پس به 3 آمد که نظارت چه شد ساده تر شد و از همون شرایط جدی که بود برآمد. این چیزایی است که کلش در اما در مورد سرمایه گذاری های اصلی آقای عثمانی، سرمایه گذاری های بزرگ مانند گازگروه، پامیر و دیگه سرمایه گذاری هایی که از طرف کابل بانک صورت گرفته در کدام سالها صورت گرفته؟ ما خب به اسناد کابل بانک مستقیم هم دسترسی نداریم، ولی کسایی که کار گاز در بازار میکنند حداقل از گازگروه بیش از 4 سال خواهد شده باشه یا بیش از 5 سال شده باشه و پامیر هم حداقل 3 سال پیش من یک پرواز پامیر به دبی سفر کردم و با سرمایه و انتقال پولم وقتی که به خارج یا به دبی انتقال داده شده یا در بخش ساختمان مصرف شده شاید بیشترینش در سالهای بعدی شده باشه، ولی حتما یک قسمتش در زمانی که جناب دلاوری صاحب مسئولیت داشتن به احتمال زیاد است. ما ندیدیم اسناده، ولی بانک قرضه میده، بانک انتقال پول میده. تو خونه شده اگر در 2 سال یا 3 سال بانک همون تو راکد و آرام مانده باشه و وقتی که آقای فطرت یا دیگران مسئولیت گرفتن باز وقت انتقالات صورت گرفته باشه. ریشه های فساد در کابل بانک رو گفتم در سالهای 2008 معلوم بود دیگه، چنانچه ما در بحث ها در پارلمان چندین بار ایشان را دعوت کردیم، سرش بحث کردیم، با دلاوری صاحب سری مسائل رو بحث نکردیم، عمدتا در دورانی که فدرال صاحب بودن بحث کردیم. یعنی معلوم بود دیگه علائم مریضی در چهره‌های کابل بانک کاملا واضح و روشن در 2008 بود و اولسی جرگه وقتی که آقای عثمانی ببینین بحثی که سوال که متوجه مستقیما متوجه مجلس نمایندگان افغانستان است، زمانی که آقای فطرت آمدن برای آخرین بار در مجلس نمایندگان و تحت فشار شما نمایندگان اونا ناگزیر شدن که نام افراد را بگیرن که کیها در فساد یا بحران کابل بانک به نحو از آنها شریک هستند. شما نمایندگان مجلس بر کف هم زدین و نشان از شجاعت هم گفتین این هست، اما بعدا آقای فطرت ناگزیر شد، به قول خودش البته ناگزیر شد که افغانستان را ترک بکنه. شما چی کردین به عنوان نمایندگان؟ من همین جواب خوب شد مردم افغانستان کردین. اول خب خیلی متاسف هستم که آقای فطرت افغانستان را ترک گفت و به دلیلی که افغانستان را ترک گفته عین سوال از دلاوری صاحب کردن که آقای فطرت آله باید جامعه بین‌المللی دوباره به افغانستان برگردانه و محاکمه کنه، ولی من از جمله کسانی هم هستم که مرده را هیچ وقت بلغت نمیزنم. آقای فطرت سقوط کرده رفته در امریکا هست و در اون روز هم آقای فطرت هم من از جمله کسایی که بوده برش کف زده باشه کف نزدیم، ولی دایی ایچ شک ندارم که فطرت یک بانکدار بسیار قوی بود، آدم متخصص بود و ای که چرا این مشکلات برش پیدا شد من شخصا برش در تلفن گفتم. از وقتی که اولوسی جرگه دومی آمد یکی از وکیل صاحبا برش تهدید کرده بودن که اگر ما آمدیم امرای تصفیه حساب میکنیم. مرا گفت که
فلان وکیل صاحب تو گفته، ما گفتم او آدم بسیار گپ بجای گفته، باید تو به امرای تصفیه حساب شوه. ما در جلسه پولیسی جرگه به آقای فدرات گفتم که کابل بانک در حال سقوط است، قرضه های بسیار زیاد داده، ولی متاسفانه در او وقت اطمینان خاطر داد. ما گفتم چرا در او وقت اطمینان خاطر دادی؟ طبعا دلایلش خودشان دل می بودن که تشکر. ببینید عزیز، چون بحث کابل بانک درازا کشید، در این قسمت به خاطر یادآوری گفته های آقای قدیری فطرت در مجلس نمایندگان افغانستان به صورت بسیار فشرده، ببخشید، مصاحبه که در امریکا پس از رفتن به امریکا داشتن، اون رو نشر میکنیم ببینید شما. ما از پول بیت المال پولی ربوده شده را دادیم به سپرده گذارای پاک کابل بانک، باید پول ها پس به بانک مرکزی باز بگرده، اما تا کنون در 10 ماهی گذشته هیچ کسی صدای ما را نشید، برعکس در صدد قتل ما و در صدد توطیه علیه ما برآمد. ما در کابل اگر استعفا می دادم شاید ما دیگه امروز در زنده نمی بودم، ما امروز شاید در اینجا نمی بودم. ما تمامی یک قسمت زیادی از جامعه بین المللی هم از موقف ما و از وضعیت ما آگاهی داشتن. بیننده عزیز، شما گفته های آقای قدیری فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان دیدین. آقای دلاوری، شما شنیدین گپای آقای قدیری فطرت؟ تنها بحث کابل بانک مطرح نیست، تمام سکتور خصوصی و بخصوص بانک های افغانستان مطرح است که به اساس گزارش از گروه بین المللی بحران، سایر بانک های افغانستان، بانک های خصوصی افغانستان هم احتمالاً سرنوشت مشابه مانند کابل بانک خواهد داشتن. و اینجا آقای قدیری فطرت ادعا میکنن که قرضه های کابل بانک از پول بیت المال پرداخته شده و دلیلی که IMF هم گفته میشد مشکل داشت با دولت افغانستان و حاضر نبود دیگه کمک بکنه، امی بود که این قرضه ها از بیت المال یا از کمک های بین المللی پرداخته میشد. وضعیت فعلی چی هست؟ قرضه ها چگونه پرداخته شده؟ قرضه ها از کدام مدرک؟ قرضه ها توسط بانک مرکزی یک قرضه داده شده اصلا به دولت که مجموع 850 میلیون دلار است. درست است که با قسمی که آقای فطرت گفتن از خزانه دولت پرداخته شده و این هم غیر معمول است. معمول نیست که یک دولت قرضداری های یک بانک شخصی را از خزانه دولت بده، این غیر معمول است، این واقع شده. اما برازی که ما باید وظیفه بانک مرکزی است که ما حال در رأس شده که نو شروع امروز شروع میکنم که این پولا را به دست بیاریم. ما برای شما از نظر عمومی بگویم که 80% پولی که از جیب دولت پرداخت شده قابل وصول است. 250 میلیون دلار از این جایدادهایی است که در دبی است و باید ما در هر چه زودتر تصفیه بکنیم و جایدادها را به شفافیت به فروش برسانیم. 400 میلیون دلار دیگه قرضه هایی است که در مقابلش تضمین وجود داره که تضمین آل ما بررسی میکنیم که اسنادش درست باشد. قراره که در گزارش قبلی اطلاع داده شده چی است، امو تضمینایشان درست است، اما باز هم ما این را بررسی میکنیم که درست باشه. خلاصه در آخر روز در حدود 200 میلیون دلار حسابش معلوم نیست که او را، یعنی هنوز حسابش معلوم نیست که کسایی که قرضه گرفته یا پول از بانک کشیده اونمو حسابش تا بال نداده که باید پول داده شو، اگر نشه باید به اساس قانون امرای مردم معامله شد. آقای فطرت ادعا میکردن که گویا به تهدید مواجه هستند. گروه از مردم هم گفتن که نه، تهدید واقعی نیست و بعضی هم میگفتن که واقعا چنین تهدیدهایی وجود داره. آیا شما هم به چنین تهدیدهایی مواجه هستین آقای؟ ما در غیاب آقای فطرت چیزی گفتن هم میتونم نظر خودشان بوده. وقتی که ما و شما این وظیفه را قبول کردیم، ما با تمام عواقب ما را قبول کردیم. ما خود زیر تهدید هیچ وقت فکر نکردیم و با مشکلات چالش هایی که پیش روی داریم ما خود زیر تهدید فکر نمی کنم و اگر سوال باشه ما حاضر هستم که در هر جایی که باشه جواب بگویم و این درست نیست. ما آقای فطرت دوست ما بوده، همکار ما بوده، اگر من وضعش می بودم اینه می جا در داخل افغانستان خود من فکر میکنم آقای فطرت
شخصی دی کدام من تو فکر میکنم که منفعت نکرده. البته اگر اشتباه میشه هر زده این هر کسی که یک وظیفه رو میگیره ممکن اشتباهات اجرایی شوه و شدام در بانک مرکزی. یعنی شما میخواین بگین تهدید به خاطر اشتباهات آقای فطرت بوده یا تهدید ما تهدید وجود نداره؟ ما عین قرضایی که در وقت گذشته داده شده ما مسئول حصول از او هستم. حالا ما همو چیزی را که اگر سر آقای فطرت تهدید می بود آل سر ما است، چرا ما باید او رسول کنم؟ به خاطر حضور شما به تهدید مواجه نیستین؟ من نیست. میتونین 200 میلیون دلار که سرگم است پیدایش کنین؟ اطمینان دادم میتونین به مردم؟ پول گم نمیشه، پول از یک حساب در جیب یک کس میباشه. خب اما نمیره وظیفه ما دوباره به جیب ملت میاد که در پالوی 600 میلیون دلار که ما برای شما گفتم یا 650 میلیون دلار که قابل وصول است، همین 200 میلیون دلار وظیفه ما است به صفت رئیس بانک مرکزی که هر جایی که هست باید پیداش کنم و ما از او حراسی ندارم. و البته در افغانستان هر کدام که ما که زندگی میکنیم یک تهدید امنیتی است. اگر عاقبت ما یه زی باشه که با توسط یک بمب از بین برم، ما فکر نمیکنم که کسایی که از بانک قرضدار است او پشت ما بیاید و ما را تهدید بکنه و زندگی ما در خطر باشه. ما قلبا نمی فکر نمیکنم. تشکر. باز هم سوال از دوستانی که مهربانی بفرمایید. شما بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من متوجه آقای عبدو صاحب میشه. در یه اواخر کمیته روابط خارجی صنایع امریکا هشدار داد که افغانستان پس از خروج سربازان خارجی در سال 2014 ممکن است با بحران شدید مالی روبرو شود. اگر این هشدار دقیقا رخ بده در وضعیت اقتصادی آینده افغانستان، شما به عنوان یک مأمور دولت چه تدابیر پیش رو دارید؟ تشکر. آقای عبدو، من فکر میکنم موضوع برنامه بسیار کلانتر از موضوع کابل بانک است. اگر بیشتر به دلیل سوالی که مطرح شده از طرف یکی از حاضرین طلب، اگر در متن موضوع کابل بانک بریم، بازم این مشکل همی است که ما مدیریت ضعیف داشتیم در افغانستان. در این شکل نیست که هر فرد به دنبال منافع خود است. اگر دولت و قوانین به خاطر دفاع از منافع افراد مداخله نکنه، شما میفهمید که انسان ها خون یکی خود میریزند. این دولت از بنوان قوی قهریه در حد ضوابط حاکم میکنه و اجازه نمیده که حق آزادی دیگر را و حق دیگر را سلب شد و کسی به کسی ظلم کنه. و خود نبود نظارت دقیق، مدیریت ضعیف، موجودیت فساد در ارگان دولتی و از طرف هم نبود تجربه های درست و اضافه ستانی ها و تمایلات بسیار بیش از حد در مفاد باعث شد که مشکل کاربران وجود بیاد. که فکر میکنم سر از این مسئله بحث زیاد شده. اول ما کارمان دولت نیستم، اتاق تجارت مقسم وزیر صاحب شارکت از 3 سال به این طرف به عنوان یک نهاد مستقل است، از طرف سکتور خصوصی انتخاب میشه. دقیقا مشکل اصلی امروز که باید دیبیت هم برانو ازو میبخشید میچرخیدی بود که ما در سالهای بعدی چی باید کرد. و این واقعیت است که اما قسمت 97% گفتن که در حقیقت آید ناخالص ملی ما را 97% کمک بیرین تشکیل میده. در سال 13-19 15.7 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آمده، که در حالی که مجموعه آید ناخالص ما در حدود اندک بالاتر از 16 میلیارد دلار بود. و با رفتن از این واقعا یک بحران کلان اقتصادی در افغانستان میاد و ما شاهدش هستیم که امروز اقتصاد افغانستان یک اقتصاد کاذب، یک اقتصاد قراردادی و اقتصاد کمکی است. و دنیا تجربه نشان داده که هیچ اقتصاد بر اساس کمک نمیتونه که منتهی شه به اقتصاد برشت اقتصادی با ثبات. البته فکر میکنم که همگی باید به دنبال از این باشه که ما چطور بتونیم اینمی اثرات منفی قطع کمک ها را بعد از سال 2014 ایره ما کمتر بکنیم و امکانات زیر فراهم بکنیم که افغانستان به ثبات اقتصادی برسند. البته فکر میکنم راه های حل مشکل بسیار زیادی وجود داشته باشه. از همه مهمتر در این است که بازم هم اشاره میکنم که ما باید میتونستیم در طول 10 سال گذشته
مقدماتی را برای بهره برداری از اقتصاد واقعی افغانستان و از توانایی بالقوه اقتصادی افغانستان بگذاریم و روی دست میگرفتیم که تا اندازه ما این کار را نکردیم. با وجود کارهای زیاد صورت گرفت، یعنی نمیشه که کاملا کارهایی که در طول 10 سال شده ایران دیده بگیره. اگر شما مقایسه بکنید در کل 50 سال گذشته پیش از دوره جدید 2800 کیلومتر سرک کشیده بود، در حالی که 4000 کیلومتر سرک در طول مخرخ شد. در کل متعلمینی که در مکاتب بود به 1 میلیون نمیرسید، در حالی که در سالانه 1 میلیون طفل افغانستان داخل مکاتب میشه. و جواب دادن برای زینا و کارهای دایی جهش شده واقعا کارهای خوب صورت گرفته، اما به یقین که چون اقتصاد مصرفی بود و اقتصاد مقصاد کمکی و کازه بود و بیشترین کمک پولی که در افغانستان آمده 444 میلیارد دلار تنها دولت امریکا در طول 10 سال در افغانستان پول مصرف کرده. این 444 میلیارد دلار اگر اینا شما بالای هر فامیل افغانستان تقسیم کنید در حدود 103 هزار دلار میشه. و این چه شد؟ سوال در این است. و در حقیقت راههایی که میتونه اقتصاد افغانستان بالاخره منتهی بکنه برای ازی که باثبات شوه، ما باید که شالوده یک اقتصاد واقعی افغانی را بگذاریم با درک این واقعیت تلخ که ما با مشکلات جدی مواجه میشیم. شما از توانایی های واقعی اقتصاد افغانستان صحبت کردین، این توانایی ها چیست؟ این توانایی ها در قدم اول در معادن افغانستان است. شما میفهمین که ما معادن غنی داریم و فعلا مجموعه عواید دولت از بخش معادن 150 میلیون دلار است، اما مطابق برنامه‌ای که وزارت معادن داره تا سال 2016 این به 1.5 میلیارد دلار میرسه و تا سال 2024 این به 4 میلیارد دلار میرسه که مجموعه عواید دولت مستقیم و 20 میلیارد دلار در حقیقت در عاید ناخالص ملی ما سهم معادن خواهد بود. یک بخش از این. و دوم مسئله زراعت افغانستان است. ما امروز زراعت ما متاسفانه بر اساس اونموز شیوه های گذشته است. ما از مجموعه زمینایی که در اختیار داریم تنها 50% زیر ما کشت میکنیم و 50% زیر غیر قابل کشت است. و از مجموعه 8 میلیون هکتار زمینی که داریم تنها 25% زیر آبیاری میشه، در حالی که 75% زیر خشکه است. و از مجموعه آب افغانستان که در حدود 75 میلیارد متر مکعب است 75% از این میره به بیرون، ما تنها 25% استفاده میکنیم. یعنی تنظیم آبها و جاری کردن به زمین و میکانیزه‌سازی زراعت و شما در مورد معادن گفتید که برنامه وجود داره و تا سال 2024 به بیش از 4 میلیارد دلار عواید دولت افغانستان میرسه از ناحیه معادن، اما در سکتور زراعت افغانستان آیا چنین برنامه وجود داره؟ چند پیش یکی از مقامات امریکایی میگفت که افغانستان همیشه حتی در بهترین سالهای زراعتی هم حدود 1 میلیون تن متریک گندم ضرورت داره، حتی در بهترین سالها. آیا برنامه وجود داره که افغانستان از لحاظ زراعتی سرپای خود استاد شد؟ به یقین که داره. من نمیخوام اینجا به نمایندگی از وزارت زراعت صحبت بکنم، اما تا جایی که من در جریان هستم برنامه های خوبی را وزارت زراعت از چندین سال به این طرف روی دست گرفته. اما مسئله در برنامه نیست، مسئله در این است که آیا ما توانایی تطبیق برنامه ها را داریم. آن چیزی که بسیار مهم است، ما بیشتر در طول 10 سال تکیه به کمک بیرونی کردیم. ما هر پروژه‌ای را که دونر کمک کرده ما به نام اتفاق کردیم و با قمانه شون کنات پولی نداشتیم، نتونستیم بسازیم. ما بندای برق خود نساختیم، ما بندای صد آب نساختیم، ما سرکای خود به شکل درست و اساسیش که بتونه واقعا زمینه ترانزیت منطقه‌ای را فراهم کنه نساختیم، به دلیلی که پول نداریم. اما راه حل در این است که ما باید منتظر نشینیم که با کمک دنیای زیرساخت‌های خود بسازیم. افغانستان افتخار به این نکنه که قرضدار نیست. قرضدار نبودن ولی فقیر بودن افتخار نیست. ما باید قرض بگیریم از بانک‌های دنیا. افغانستان دولتش باید قرض بگیره و زیرساخت‌های خود بسازه، منتظر نشینه. چرا که کشورهای افریقایی بیشترین کمک‌های دنیا را در طول تاریخ دیده، اما فقیرترین کشورهای دنیا هستند. شما می‌خواید بگین که ظرف 10 سال گذشته دولت افغانستان برنامه‌ای نداشته به خاطر کار روی زیرساخت‌ها یا زیربناها مانند پروژه‌های بندهای آبگردان، بند برق و غیره، یا ای که دولت‌های خارجی و کمک کننده علاقمند نبودن که در پروژه ها سرمایه گذاری بکنن؟ خب ببینید، در بعض گپ ها هیچ برنامه هم حتمی نیست. ساختن یک بند و گپ های عمده که مردم کلی میفهمن که برادر من سرک من قیر نیست، من اونجا آب من میره او طرف ایران، من در پایین دریای هلمند سرک زمینم للمیست، من کش کرده نمیتونم. این مسائلی است که دولت و مردم افغانستان میفهمه که در اولویت قرار داره. مشکل در چی بوده؟ من پیشتر اشاره کردم که دونرها
اونا برای از اینا اولویت نمیدادن و اینا رو به عنوان نیازمندی های اولیه افغانستان درک نمیکردن و بیشتر دونرها در افغانستان تا حال کمک های از اینا بسیار بر حالت های اضطراری بودن، یعنی جواب یک حالت اضطراری رو دادن تشکر. نه کارهای بنیادی که بتونه افغانستان در دراز مدت ثبات داشته باشه. آقای فرهنگ، مسئله نقش ترانزیتی افغانستان در منطقه که یک استراتژی جدید هم مطرح شده به نام راه ابریشم جدید، شما چقدر زمینه های عملی استراتژی را در افغانستان میبینین؟ واقعا افغانستان چی میتونه برای تطبیق این استراتژی برای کشورهای همسایه ما چی میتونیم بتیم؟ ببینین، یک وقت بود که افغانستان در یک موقعیت قرار داشت که وابسته بود از نگاه ترانزیتی به یک کشور که عبارت از پاکستان باشه و ما تمام تجارت خود از یک بندر که عبارت کراچی باشه می آوردیم یا صادر می کردیم و همیشه این باعث یک وسیله سیاسی هم بر علیه ما به کار می رفت. امروز موقعیت افغانستان طوری است که افغانستان خودش مرکز راه های ترانزیتی در بین ممالک همسایه شمالی ما، پاکستان، هندوستان و از این راه ها حتی به کشورهای دور و نزدیک این موقعیت پیدا کرده. یعنی امروز اگر زمامداری افغانستان همین موقعیت درست درک کنن و از این استفاده اعظمی رو بکنن و برای از این طرح های تیار کنن، کشورهای همسایه که روز به روز رشد اقتصادیشان، تولیداتشان، اینایشان زیاد میشه، صادراتشان زیاد میشه، از راه افغانستان وابسته به افغانستان میشن از نگاه ترانزیتی. متاسفانه در عمل امروز که ما شما میبینیم با واسطه که پاکستان که روز به روز یک مملکت با دارای تولیدات کتلوی میشه اما با کیفیت خراب که نمیتونه به کشورهای عربی یا به دیگه جای صادر کنه، بازار خود در آسیای میانه یافته و از راه افغانستان همیال جریان داره. متاسفانه چون ما ضعیف هستیم از این موقعیت خود استفاده کرده نمیتونیم. لاری پاکستان میای از خاک ما تیر میشه، میره تو تاجیکستان، ازبکستان، مال خود میفروشه و از اونها هم از خاک ما تیر میشه، اما ما نمیتونیم که لاری های خود تا به بندر واگا برسونیم. برای اینکه رویه بالمثل نمی کنیم، اگر دو روز یا پنج روز یا ده روز یا یک ماه ما رویه بالمثل بکنیم اونها مجبور میشن که برای ما یک امی موقعیت ما رو درک کنن. از اون خاطر ما در حالت ضعیف خود قرار دادیم در حالی که راه ها داره که باید شد. در مورد زمینه های اقتصادی افغانستان و اینکه افغانستان دارای چه فرصت های اقتصادی میتونه در آینده باشه در کنار راه ابریشم جدید و ترانزیت معادن در بخش بعدی برنامه صحبت میکنیم. فعلا رأی که از طرف مردم آمده، از خانه های خود مردم افغانستان رأی دادن در مورد سوال اصلی برنامه که بزرگترین چالش در برابر اقتصاد افغانستان چیست، 52% مردم گزینه اول یعنی فساد را انتخاب کردند، 23% مردم اقتصاد بازار را بزرگترین اقتصاد بازار به گونه که فعلا جاری است به عنوان بزرگترین چالش میدانند و 25% مردم امنیت را بزرگترین چالش در برابر اقتصاد ما میدانند. بیننده های عزیز، پس از یک وقفه باز هم بیننده برنامه مناظره کابل باشید. خوب.